سبحانك يا من لا شريك له سبحانك سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدواریم که همیشه موفق باشید در ادامه بحث احکام حج گفتیم حجاج که مشرف میشن برای به جای آوردن اعمال اعمالشون دو بخش است عمره تمتع و حج تمتع من یک فهرستی از این اعمال خدمتون عرض می کنم بعد هم توضیح هر یک از اینها بخش اول که اسمش عمره تمتع است اعمال اون عبارت است از احرام تواف نماز تواف سعی بین صفا و مروه و تقصیر پنج عمل مجموعا هست این مجموعه اعمال که انجام شد حجاج در مکه میمونند تا هشتم زلحجه حالا یا عصر هشتم مستحبم هست هشتم محرم میشن یا هشتم ذی محرم میشن یا نهم صبح نهم که معمولا هشتم محرم میشن که به این استحبابم عمل کرده باشن بخش دوم اعمال که حج هست حج تمتع هست اعمالش عبارت است از احرام در شهر مکه وقوف در عرفات در روز نهم زلحجه وقوف در مشعر الحرام یا مزدلفه اسم دیگر مشعر الحرام مزدلفه است در شب دهم ده شب عید قربان و اعمال روز عید قربان روز دهم ده که عبارت است از رمی جمره عقبه قربانی حل یا تقصیر بعد شب یازدهم رو در منا میمونن بیتوته میکنن خود بیتوته و شب موندن در منا جز اعمال هست شب دوازدهم رو هم باز بیتوته میکنن شب میمونن روز یازدهم و دوازدهم جمره سه تا جمره را سنگ میزنن هر کدامی هفت تا سنگ میزنن بعد هم برمیگردن به مکه برای به جای آوردن اعمال مکه یا اعمال پس از منا اصطلاحا گفته می شود که عبارت است از تواف نماز تواف سعی بین صفا و مروه تواف نسا و نماز تواف نسا که مجموعا سیزده عمل است و اگر تفکیکش کنیم میشه پونزده تا یعنی بیتوتا ها رو دوتا حساب کنیم و رمی جمرات دوتا میشه پونزده تا مجموعه این اعمال خب اجمالا با فهرست اعمال آشنا شدیم این هم داریم میگیم خب برای کسانی که مشرف شدن خاطره است یاد میاره اون ایام را برای کسانی که مشرف نشدن آشنایی با این اعمال خوبه خدا انشالله قسمتشون کند کسانی هم که آش... خلاصه شاید مشرف نشوند به هر حال دانستن این احکام ضرر ندارد خوبه که بدونن و جا اونجا میرن چه کار میکنن چه اعمالی رو به جا میارن حال برگردیم به بخش اول افرادی که مشرف میشوند به اون سرزمین حالا مدینه یا مکه در مدینه غیر از اعمال مستحب زیارت و نماز در مسجد نبی و نماز در مساجد و اینها کار دیگه ای ندارن اونا هم جز اعمال عمره و حج نیست اعمال از زمانی شروع میشه که به میقات میرن و محرم میشن از اونجا شروع میشود اونهایی هم که به مکه میرن ابتدا اونا هم ابتدا میرن میقات محرم میشن میرن مکه بخش اول اعمال رو عمره تمتع رو انجام میدن و برای زیارت مدینه بعد از اعمال میان به گروه اول اصطلاحا میگن مدینه قبل یا مدینه اول چون اول میرن مدینه بعد میرن مکه به گروه دوم میگن مدینه بعد که اول میرن مکه اعمال حجشون اینا تمام شد بعد برای زیارت میرن به مدینه منوره خب اگر مدینه رفتن بعد از مدتی که در مدینه موندن زمانی که میخوان برن به مکه باید در میقات اعمال عمره رو شروع کنن که احرام است میقات اون مسیر مسجد شجره است مسجد شجره در بیرون مدینه است در مسیر مدینه به مکه کسانی که مدینه بعد هستن یعنی ابتدا میرن مکه معمولا این گونه است که میرن جده و از اونجا میرن جحفه که جحفه همی که از میقات هاست از اونجا محرم میشوند اصلا میقات یعنی مکانی که مشخص شده پیامبر هم مشخص کردن مشخص شده برای احرام پنج تا میقات هم ما داریم یکی مسجد شجره که در مسیر مدینه است جوفه که در مسیر جده است و کسانی که از طرف غرب مثل مصر و ایناتش میارن و همچنین یلملم در جنوب است قرن المنازل در شرق مکه است و وادی عقیق در شمال شرقی است یعنی این مسیرهای پنجگانه پنج میقات هست که حالا در هر کدام هم افراد محرم بشون اشکالی نداره ولی افضل طبق روایات مسجد شجره هست یعنی از مسیر مدینه حالا اگر کسی اون توفیق هم نداشت از جوفه محرم شد اشکالی نداره ها و اعمالش درست پس اجمالا از میقات انسان محرم میشود اعمال رو شروع میکنه بقیه اعمال هم که در مکه است که حالا در برنامه های آینده بیشتر توضیح میدیم تا لحظات دیگر میرسیم به سوال شما پرسیدن سلام علیکم یعنی نوشتن سوال پیامکیه علیکم السلام اولا من بازنشسته فرهنگی هستم خب خدا توفیقتون بده این که گزارش سال نیست برای نوشتن حج حتما اجازه همسر واجب است یا نه ظاهرا خانمی سوال کردن خب تناسب با موضوع بحثمون هم دارد دو و, من. دو و من غلطه اولا اگر نوشتید ثانیاً بله من که تشدید نمیگیره مقداری پول بازنشستگی خود را در بانک گذاشته برای آینده دو پسرم آیا همسرم حتما باید خبر داشته باشد؟ خب نسبت به سال اول اگر شما حج براتون واجب شده باشد رفتن به حج واجب اجازه شوهر نمیخواهد این که فرمودن خانم بدون اجازه شوهر نباید از خونه بره بیرون برای غیر کار واجب است اگر حج واجب شد شوهر بگه نرو این نرفتنش هم اثری ندارد چرا؟ چون امر الهی در کار است جایی که دستور خداست دستور دیگری اثر ندارد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اگر از بنده ای بخواید اطاعت کنید که اطاعت از او معصیت خداست نافرمانی دستور خداست نباید اطاعت کنید خانم اگر بخواد اینجا از او اطاعت کنه نباید بره حج در حالی که مستطی شده حج برش واجب شده و خدا میگه برو حج باید برود خانم مریض شده چاره نداره باید مراجعه کنه به دکتر دکترم منزل نمیاد باید بیرون خب اینجا شوهرم بگه نرو اثری ندارد بر او واجب است که مراجعه کنه یا از گرسنگی داره میمیره به هر حال برای حج نه اجازه شوهر نیازی نیست اگر واجب شده باشد اما برای عمره مفرده چرا اجازه میخواد حج اگر واجب نباشه اجازه میخواد پولم اگر از بازنشستگی خودتونه حقوق خودتونه اختیارش با خودتونه میخواد پسنداز کنید میخواد خرج کنید میخواد به کسی بدید میخواد ببخشید بله اجازه شوهر نیازی ندارد اختیارش با خودتونه همچنان که اموال او اختیارش با خودشه از شما اجازه نمیگیرد و نیازی هم نیست اموال شما اختیارش با خود شماست نیازی به اجازه شوهر نیست پرسیدن از بله آیا ماشین هم زکات دارد یا نه نه ماشین زکات نداره ماشین ممکنه خمس داشته باشد ماشین اگر وسیله کسب و کار است مثل کامیون مثل اتوبوس مثل وانت و امثال اینها سرمایه کسب و وسیله کار هست فتوای بسیاری از فقها این است که خمس دارد و اگر وسیله شخصی برای ایاب و ذهاب از رفته آمد و خود و خانواده و امثال اینها اگر شخص تو زندگیش حسابرسی خمسی داشته باشه این خمس ندارد پس زکات که نداره بله نوشتن که از برنامه خوبتون تشکر میکنیم خب خیلی ممنون نظر لطف شماست امیدواریم که اینچنین باشد و امیدواریم که هر چه از خداوند بپذیرد بیننده دیگه نوشتن مبلغی رو دادم به کسی و او به دلخواه خود مبلغی رو هر ماه میدهد من کار او را را انداختم او هم کار من را را انداخته است بله او پول نیاز داشته میگه من پول به او دادم کارش را افتاده منم سود نیاز دارم که برای زندگیم پول داشته باشم اونم داره به من سود میده خب خدا هم که میگه کار همدیگه را بندازید کمک کنه همدیگه را کمک کردیم اما خداوند فرموده به هم دیگه کمک کنید اما نه با کار حرام این کار اشکال داره شما پولی که در اختیار او میگذارید او هم به دلخواه خودش سود میدهد آیا واقعا شما بهش قرض دادید یا بنداشتید سود بهتون بدهد اگه قرض دادید واقعا قصد سود گرفتن نداشتید و او خودش چیزی به شما میدهد این اشکالی نداره بلکه مستحب هم هست بر قرض گیرنده میگن اگه پولی از کسی قرض گرفتی حالا او سود نمیخواد بنام نبوده شرط هم نشده است ولی برای تو مستحب به چیزی روش بگذاری بهش بدی اما اگر نه قرض نبوده بنا داشتید که سود به شما بده بقول خودتون کار شما هم را بیفتد در این فرض حتما باید یک قراردادی باشه قرارداد مزاربه قرارداد مشارکت یا اقل وکالت اگر اینا نبوده پول همین جوری دادید میگه هرچی دلش میخواد خودش بدهد این حرام است، اشکال داره و این تصور متاسفانه در بین برخی از افراد هست که میگن ما که نگفتیم چقدر بده هرچی خودش خواست سود بدهد نه این نگفتن و معین نکردن مشکل رو حل نمی کند اگر بنابر این بوده که سود بدهد تعیین نکردنش تأثیری نداره. من مسافرت بودم نماز ظهر بود وسط یک بیابان بود حالا هم نمیدانم قبل کدام طرف است حالا من باید نماز را چطور بخوانم بل جواب را جواب صحیح را می خواهم ما بنامون بر است که جواب صحیح عرض کنیم دیگه از شهرستان کهنوج هم فرستادن زیلش نوشتن از شهرستان کهنوج خب متشکرین جایی که انسان جهت قبله رو نمیدونه باید به با اون جهتی که احتمال میده نماز بخواند شما خورشید رو اجمالا میدونید کدام سمته که دیگه در بلاد ما یعنی همون هنوج و امثال اینها هم جایی که شما قرار دارید سر زور بدونید خورشید کدام سمت است که سمت جنوبه تقریبا یکمی مایل به چپ دقت بخشید مایل به راست به سمت خورشید که وایسید به اصطلاح میگن جنوب غربی یک کمی مایل به راست بایستید حدود قبله است همین حدود قبله را هم پیدا کنید نماز بخوانید درست اما اگر انسان در یک وضعیتی قرار گرفت مثلا گیجه یه هر چی فکر میکنه نمیفهمه قبله کدام طرف هست فرمودن اگر وقت داره به چهار طرف نماز بخواند یعنی نماز ظهر رو به این سمت بخوان به این سمت بخوان به این سمت بخوان به این سمت هم بخوان بعدم نماز عصر رو درست اگر نه به اندازه چهار وقت نداری به سه جهت نماز بخوان به سه جهتی که احتمال میدی این طرفا باشد همون هم وقت نداری به دو طرف نماز بخون همین مقدار هم وقت نداری به یه طرف بخون دیگه حالا نماز تو بخون بعدا اگر معلوم شد که رو به قبله بوده درست اگر تقریبا به طرف قبله بوده بازم درست اگر خدا نکرده پشت به قبله بوده یا به سمت راست یا چپ قبله بوده نماز دوباره بخوانیم وقتمون تمام شد سالا هنوز تمام نشده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله خلاصه این برنامه در این برنامه به بیان احکام حج پرداختیم چنان که قبلا گفتیم اعمال حج به دو دسته اعمال عمره تمتع و اعمال حج تمتع تقسیم می شود اعمال عمره تمتع عبارتند از احرام، تواف، نماز تواف، سعی بین صفا و مروه و تخصیر اعمال حج تمتع نیز عبارتند از احرام در شهر مکه، وقوف در عرفات در روز نهم زلحجه، وقوف در مشعر الحرام در شب دهم زلحجه، اعمال روز عید قربان شامل رمی جمره عقبه، قربانی، و حلق یا تخصیر بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم رمی هر سه جمره در این دو روز برگشت به مکه برای انجام اعمال باقی مانده شامل تواف، نماز تواف، سعی بین صفا و مروه، تواف نسا و نماز تواف نسا احرام عمره تمتع که اولین عمل است باید در یکی از میقات های پنجگانه صورت گیرد کسانی که ابتدا به مدینه می روند قبل از ورود به مکه در میقات شجره محرم می شوند کسانی که ابتدا به مکه می روند نیز معمولا در میقات جهفه محرم می شوند در برنامه بعد اعمال حج را با تفصیل بیشتر توضیح خواهیم داد